همین باره همراه هستیم با همکارم اشکان صفایی از اورشلیم. اشکان، رسانه ها از برنامه احتمالی اسرائیل برای عملیات در رفح چی میگن؟ خب اون چیزی که رسانه ها میگن در واقع چند بخش هست، یکی خود برنامه هست، یکی اینکه چرا اینقدر عجله. در واقع کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع نزدیک به بنیامین نتانیاهو گزارش داده که نخست وزیر اسرائیل فکر میکنه فقط 4 هفته دیگه، یعنی تا 10 ماه مارس، تا آغاز ماه رمضان هست که فرصت داره ارتش اسرائیل که در رفح عملیات انجام بده و این عملیات رو به پایان برسونه. و اینکه چرا اسرائیل اصرار داره که باید در رفح هم عملیات انجام بده، چیزی که خود بنیامین نتانیاهو و مقامات دیگر در اسرائیل میگن این هست که خب 18 گردان از در واقع از 22 گردان حماس از بین رفته، اما هنوز 4 گردان باقی مونده که در رفح هستن به علاوه رهبری حماس، و میگن تا وقتی که ما نتونیم اونها رو هم از بین ببریم نمیتونیم بگیم که ما بر حماس پیروز شدیم و حماس رو نابود کردیم. اما برنامه‌ای که الان در واقع رسانه‌های اسرائیل ازش پرده برداشتن، از جمله کانال 11 تلویزیون اسرائیل، چند بخش داره. اولا که کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه اسرائیل به شرکای منطقه‌ایش هم اعلام کرده که قصد داره به زودی عملیات رو در رفح آغاز کنه. همچنان مذاکرات با مصر ادامه داره برای اینکه مصر هم موافقت کنه با انجام عملیات در رفح، به ویژه در تونل‌های زیرزمینی که از رفح وارد مصر میشه. اما اون چیزی که هست دقیقا همین غیر نظامیانی هستند که در رفح هستن. رفح قبل از جنگ 200,000 نفر بود جمعیتش، الان چیزی بین 1,200,000 تا 1.5 میلیون نفر جمعیت رفح برآورد میشه. یکی از برنامه هایی که به نظر میاد برنامه اصلی هم باشه این هست که اون بخشی از افرادی که در رفح هستند و در واقع آوارگانی هستند که از شمال یا مرکز نوار غزه به رفح آمدن، اجازه پیدا بکنند که به شمال نوار غزه برگردند، در اونجا براشون کمپ هایی ساخته بشه که کلینیک و دیگر مدرسه و دیگر نیازمندی ها اون رو مرتفع کنه، کمک ها به صورت گسترده از طریق اسرائیل وارد شمال نوار غزه بشه، و البته کنترل اون مناطق هم به دست در واقع خود فلسطینی های نوار غزه سپرده بشه. متشکرم از توضیحات اشکان. همزمان با صحبت‌های تو هم تصاویر زنده می‌دیدیم از نوار غزه. اشکان صفایی از اورشلیم.